سلام پنجشنبه 15 مهر 89 هفته اکتبر 2010 میلادی در مورد 11 موضوع امروز صحبت می‌کنم موضوع اول ادامه بحث ما در مورد فرایندی است که در اون دیکتاتوری ها شروع به ازمهلال می کنند و یک نوع فروپاشی اجتماعی متصور میشه همونجور که روزهای قبل هم صحبت کردیم وقتی نظام های دیکتاتوری تمام نهادهای مدنی رو داغون میکنن از بین میبرن و سعی میکنن هر شخصیتی رو از سر راه بردارن و خودشون جای همه روابط اشتباهی بشینن و شروع میکنند دیکتاتوری ها در سرازیری میفتند و شروع به ازمهلال میکنن به خصوص زمانی که مشروعیت زدایی ازشون میشه و شروع به ریزش میکنن به نظر میرسه که همه چیز در جامعه در حال ریزش و سنگ روی سنگ بند نیست این اون فرایندی است که در جامعه ما هم مشاهده میشه و به نوعی خبر خوبی است اما قسمت دیگه‌ش این است که اونچه که اهمیت داره این است که بتوان در عمل مردم جایگزین اجتماعی برای دیکتاتوری بسازند دیروز مثالی رو زدم در مورد تلویزیون و دستگاه تبلیغات رسمی حکومت که چگونه مردم وقتی بهش اعتماد ندارن برای خودشون در روابط بین خودشون جایگزین ساختن میشه مثال های دیگه زد مثل مثلا حفظ امنیت محله که در خیلی نقاط تهران و شهرهای دیگه اتفاق میافته وقتی مردم به پلیس اعتماد ندارن و پلیس رو دزد رشوهگیر و نهایتا بیلیاقت میدونن خودشون کیوسکی میذارن که سایر رو استخدام میکنن پول روی هم میگذارن و امنیت محلشون رو حفظ میکنن همینطوره مثال های مثل دستگیری از فقرا سالمندان و به خصوص بینیازی از قوه غذایه وقتی که قوه قضاییه رشوهگیر و فاسد هستش و ابزار دست دیکتاتوریست مردم معمولا کارهای دعاوی خودشون رو سعی میکنن بیارن بیرون از قوه غذایی و بین خودشون حل و فصل بکنن اینکه چگونه این عمل به طور طبیعی اتفاق میفته امریست که در خیلی کشورها دیده شده اما اینکه چگونه میشه برای اون سازماندهی کرد و کاری که باز هم در بسیاری کشورها در مسیر سقوط دیکتاتوری ها کردن و گذار رو به دموکراسی و نظام بعدی آسون کردن بحثی است که روزهای آینده باز هم بهش میپردازیم نکته دوم که خانم نسرین ستوده این وکیل مدافع آزادی بیان در تماس تلفنی کوتاهی که با همسرش داشته اعلام کرده که از سوم مهر ماه در اعتصاب قضا به سر میبریم نکته سوم اینکه جایزه قلم طلایی مؤسسه جهانی مطبوعات روز گذشته در هامبورگ به دکتر احمد زیدآبادی این شرف اهل قلم ایران تعلق گرفت آقای گنجی که خود در سال 2006 این جایزه را دریافت کرده از طرف آقای زید آبادی این جایزه رو دریافت کرد نکته چهارم اینکه سینماگران مقاومتشون در مقابل وزارت ارشاد و حرف های وزیر و معاونش ادامه داره لیستی که امضا داره میشه زیر اون بیانیه یک خطی سینماگران که ما پشت مدیرعامل منتخب خودمون ایستادیم روز گذشته اسامی جدیدی رو داشت مثل آقای مخملباف خانم معتمد آریا و کسان دیگری مثل آقای مسعود کیمیایی یا عباس کیارستمی و جالبه که بعضی از این آقایون به حکومت نزدیک هستن یا اینکه حتی در انتخابات از آقای احمدی نژاد پشتیبانی کرده بودن این اتحاد مثال زدنی سینماگرای ما میتونه برای همه بخش های جامعه و پشتیبانیشون از نهات های منتخبشون مثال زدنی باشه نکته پنجم این که رئیس کل دادگستری استان تهران لغو انحلال جبهه مشارکت رو تکذیب کرده به نظر میرسه قاضی حکمی داده و حسب معمول قوه قضایی احتمالا پرونده را از اون قاضی خواهند گرفت و به قاضی دست نشونده خواهند داد و حکم رو عوض خواهند کرد یعنی اون چیزی که بارها دیده شده و استقلال قضات در قوه قضایی جمهوری اسلامی افسانه ای بیش نیست همینطور دادستان تهران هم با بستن بازار و اعتصاب بازاری ها رو تهدید کرده و صحبت از اخلال در امنیت کشور کرده گفته قوه قضایی برخورد میکنه کیهان هم در سرمقاله دیروز خودش داستان مفصلی رو ذکر کرده بود و خلاصش این که شش نفر رو شش تا هفت نفر رو بدون اینکه اسم بیاره گفته اینها در قاچاق میلیاردها تومان طلا به کشور دست دارن پشت این ماجره ها هستن و خلاصه از این پرونده سازی های کیهان و دنبال روی از کیهان توسط سایت های دیگه کودتا ها که به نظر میرسه میخوان یک فضایی درست بکنن و بعد برخورده امنیتی نظامی بکنن با بازاری ها که اگر این کار رو حکومت بکنه در واقع آتش به انبار پنبه انداخته چرا که بازار نشون داده که در مقابل برخوردهای امنیتی نظامی می و اتحاد خوبی داره جالبه که این برخورد در واقع با بازاری ها و این اتفاقاتی که داره میفته و شکلی که دارن میدن برای این سرکوب در این مرحله کسایی که خودشونو رو نمایندگان بازار سر به زنگاه معرفی میکنن مثل ایت متلفه ساکتن و هیچ چیزی در دفاع از حقوق بازاری ها نمیگن نکته ششم این که داستان ارز ادامه داره و سایت خبر آنلاین نزدیک به آقای علی لاریجانی مطرح کرده که به هر نفر هزار دلار با کارت ملی در بانک ها فقط فروخته میشه و به هر مسافر هم دو هزار دلار در واقع ارز رو سهمی بندی کردن برخلاف چیزی که رئیس کل بانک مرکزی آقای احمدی نژاد گفتن که ما میلیاردها دلار داریم و میریزیم در بازار و هر کی هر چقدر بخواد میخره کاملا نشون میده که محدودیت آقایون باعث شده که سهمیه بندی بکنن ولی به هر صورت این کار الان در بین مردم کارت ملی ده هزار تومن اجارش قیمت پیدا کرده کسانی میگیرن میرن و ارز رو میخرن و به قیمت گرونتر میفروشن نکته هفتم این که یک کسی برای من نوشته بود که در شرکت دریا ساحل که وابسته به قرب نوح از زیر های قرارگاه خاتم الانبیاز مدیراملی به نام سردار پاستار محمد علی نظارت از سال 85 پروژه مخزن دو منظوره, پروپان در جزیره خارک رو گرفتن ولی به دلیل بیلیاقتی مدیرعامل و دستگاه مدیریت سپاه این پروژه به انجام نرسید و شکستگی شد و به پرسنل این شرکت بیش از پنج ماهه که حقوق نگرفتن و هیچ کس هم به اونها پاسخگو نیست این اون داستانی است که در بسیاری از پروژه های کشور اتفاق افتاده یعنی سپاه با اعمال نفوذ کار رو گرفته پیش پرداختار ها رو خورده یا سوء استفاده و فساد شده و چون نه لیاقتش رو و نه اهلیتش رو داشتن پروژه ها نیمه کاره مونده و پرسنل هم سرگردان شدند جالبه که اون در همین حال آقای سردار محصولی که خودش به سردار دارندگی معروفه و یکی از کسانی است که در بسیاری از این فسادها متهم هست در سخنرانی گفته که بعد از جنگ بعضی مسئولان به اشرافی گری روی آوردند احتمالا منظور آقای هاشمی رفسنجانیه و معلوم نیست که چرا دولت حداقل برای این قبیل تبلیغاتش یک کس دیگه ای رو که کمتر از آقای محصولی انگشت نما باشه جلو نمیفرسه نکته هشتم این که روز گذشته دو تا اظهار نظر همزمان از دو بخش دولت بیرون اومد یکی مرکز آمار ایران بود که اعلام کرد در بهار امسال نسبت به زمستان سال 88 قیمت زمین 36 و 7 درصد و قیمت مسکن 20 درصد افزایش داشته و در همون حال در همین روز آقای نیک ذات وزیر مسکن و شهرسازی اعلام کرد که با توجه به وام و غرزال حسن این که دولت داده قیمت مسکن هیچ افزایشی نداشته البته به احتمال زیاد حرف مرکز آمار ایران بسیار درستر از حرف وزیر مسکنه نکته نهمی که آقای حاشم سباقیان از اعضای نهزت آزادی ایران آزاد شد اما نگرانی در مورد دیگران به خصوص آقای دکتری یزدی با توجه به مریضیشون ادامه داره نکته دهم که وزیر دفاع اعلام کرده که بر سر سیستم های اس 300 میخوان با روس ها مذاکره بکنن اما به احتمال زیاد التماس آقای وزیر دفاع و هیئت چون فایده ای نخواهد داشت و روس ها این سیستم موشکی رو به ایران نخواهند داد همینطور 20 تن مواد منفجره در مرز افغانستان جاسازی شده در وسایل آشپزخانه و مواد غذایی و کارتون اسباب بازی در واقع کش شده توسط پلیس هرات که از ایران به اونجا حمل می شده و اما نکته آخر این که آقای حمید بقایی یکی از مشاوران خارجی آقای احمدی نژاد کسی بوده که در مصر با مصری ها صحبت کرده و این پرواز بین تهران و قاهره رو دولو قرار گذاشتن برقرار کنن و در واقع در عمل وزارت خارجه ایران رو دور زدن علا رقم این که آقای خامنه ای گفته بود که چون این کاری رو نکنید جالبه که این آقا میخواسته شیخ الازهر رو هم ببینه ولی به دلیل بهانه مشکله حاضر نشده شیخ الازهر که ایشون رو ببینه اندکی صبح سهر نزدیک از تا فردا شاد پیروز موفق و طرف راز باشید به با امید پیروزی ایران ایران